در هشتم بهمن یعنی چند روز قبل از ورود امام به داخل کشور، در همین خیابان‌های تهران، همین خیابان انقلاب، مردم اجتماع کرده بودند. ژنرال هایزر که فرستاده آمریکا بود که آمد ایران برای اینکه شاید بتوانه یه جوری نجات بده، از دست انقلاب رژیم رو نجات بده و حفظ بکنه، او در خاطرات خودش می نویسه. اینا اسناد تاریخی است. او میگه من به قرباقی گفتم، جنرال قرباقی گفتم که در مواجهه با مردم روله تفنگاتون رو پایین بیارید، یعنی مردم رو بکشید، تیر هوایی بی خودی در نکنید، مردم رو قتل عام کنید. اینا هم همین کار رو کردن، لوله تفنگا رو پایین آوردن، عده‌ای جوان و نوجوان کشته شدن، ولی جمعیت عقب نرفت. قرباقی بعد آمد به من گفت، هایزر میگه، میگه قرباقی بعد آمد به من گفت که این تدبیر تو فایده ای نکرد، مردم عقب نرفتند. اون وقت می نویسه که من، هایزر میگه، دیدم این جنرال های شاه چقدر کودکانه فکر میکنند، کودکانه فکر میکنند، یعنی باید ادامه میدادن، باید مرتب میکشتن. ببینید این رژیم دست نشونده بود. جنرال آمریکایی دستور قتل عام هموطنان را به ارتش بود ایرانی میدهد و او عمل میکنه، به دستور او، به توصیه او عمل میکنه، و چون فایده ای ندارد میره به او میگه فایده نداره، او هم میگه اینا بچه‌ن، اینا کودکانه فکر میکنن. این ماحصل و خلاصه حکومت پهلوی در ایرانه.